سلام، به تفسیر خبر امروز خوش آمدید. به روال جمعه های هر هفته در خدمت آقای دکتر مهرداد خونسری دبیرکل موج سبز هستیم تا با حضور ایشون مسائل داخل کشور، مسائل بین المللی و به هر صورت مسائلی رو که به نحوی اهمیت خاص خبری در هفته گذشته داشته رو با ایشون بررسی بکنیم. آقای خونسری سلام، به برنامه بسیار خوش آمدید. خیلی متشکرم، خوشحالم که دو مرتبه با هم هستیم. بسیار آقای خونسری، دیروز در ایران اتفاقی افتاد که به نحوی میشه گفت خیلی از معادله ها رو به نحوی برهم زد. فرزندان آقای موسوی بعد از مدت ها اجازه این رو پیدا کردن که در منزل پدری روز عید رو کنار هم باشن و نهاری رو با هم بخورن، اما بعد از اون در اصل میشه گفت حد که حرمتی که به فرزندان آقای موسوی شده اونا رو کتک زدن و حتی مأمور اونجا دست فرزند آقای موسوی رو گاز گرفته. حالا این گاز گرفتن خودش بعدم بحثای بسیاری داره، اما خیلی جو تغییر پیدا کرد، جوی که همه انتظار داشتن حداقل در روز عید خبرهای خوبی از آزادی زندانیان سیاسی یا کم شدن حصر، حالا رفع حصر که البته خب به یک باره شاید صورت نگیره، اما به نحوی این اتفاقات میشه گفت معادله ها رو به هم ریخت. شما چگونه میبینید این رفتارها رو؟ حالا بعد سوال های زیادتری در این مورد داریم. خب من امیدوارم که واقعا این معادله ها به هم ریخته نشه، چون عواقب اون برای همه خیلی خیلی میتونه بد باشه و به ویژه برای توده های مردم، مردم امیدواری که میخوان از این مخمصه ای که درش قرار دارن خارج بشن. امروز توی محاسبه سرانگشتی که الان با هم داشتیم به این نتیجه رسیدیم از یه 82 روز از زمان روی کار آمدن آقای روحانی میگذره. ما صحبت از این میکردیم که یه نگاهی به اصطلاح کارنامه ایشون بعد از 100 روز بکنیم. شاید امروز قبل از اون 100 روز فرصت خوبی باشه که آدم بخواد یک مقدار هشدارهایی رو بده، توجه ایشون و دولتشون رو به انتظاراتی که هست و اون مسائلی که عمل نشده جلب بکنه. ما همه امیدوار بودیم که مسئله حصر آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد اساسا با روی کار آمدن ایشون حل شده باشه. بله، اینا نگرانن که این افراد بیان بیرون، الزاماً بخوان سکوت نکنن، یک سری حرفایی بزنن، ضمن اینکه دلیلی نیستش که بعد از کنار رفتن احمدی نژاد و این رأیی که به طور آزادانه به همه کسی زیر سوال نمیبره که با آقای روحانی داده شده، دلیلی باشه که اونها بخوان جز یک سلسله خواسته های کلانی که توسط مردم و توسط خود آقای روحانیش به ششاره شده حرفای فوق‌العاده ناجور یا ناگوار دیگری بزنن. یعنی دلیلی نیست که این هست. من نمیدونم چه ضمانت هایی رو حاکمیت از موسوی و کروبی میخواد که اونا رو آزاد بکنه و این موضوع رو ورداره. ولی این اتفاقی که شما اشاره کردید در ارتباط با فرزندان ایشون، خب اون واقعا یک عمل اصلا غیر قابل قبوله. یعنی نه تنها حصر رو برنداشتن، بلکه اینو بی حرمتی و بی احترامی به اولاد ایشون کردن در شرایطی که اصلا شما عقل سلیم نمیتونه اصلا این فرض رو بکنه که به چه مناسبتی باید اصلا این همچین اتفاقی رخ بده. شما اشاره کردید مثلا دست دختر آقای موسوی رو گاز گرفتن یا به ایشون حمله بدنی کردن. آخه به چه مناسبت باید یک همچین اتفاقی رخ بده؟ ولی از سوی دیگه میبینیم که همزمان با این اتفاق که میفته، احمد شهید نماینده سازمان ملل میاد میگه که از زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور ایران شدن روزی 2 اعدام در ایران بوده. خب این هم یه مقداری آدم رو تکون میده، این هم خلاف انتظارات دولت. ممکنه بگه که این تصمیمات به من ارتباط نداره، به قوه قضاییه مربوطه و یا یک پروسه هایی بودن، یک سلسله تصمیماتی بودن که از قبل گرفته شدن و علی رغم اون که من میخوام یا نمیخوام اینها به اجرا گذاشته شدن. ولی به هر حال این روش نمیتونه قابل قبول باشه. موقعی که مردم انتظاراتشون در ایران این هستش که یک رفتار بهتری با
شهروندان ایرانی صورت بگیره، به خصوص در ایامی که این دولت سر کار اومده. بعد از 8 سال تجربه احمدی نژاد، اینکه احمد شهید این چنین گزارشی رو میده یا هنوز دولت روحانی با مسافرت او به ایران موافقت نمیکنه و او در ایران نیست، چی میتونه بگه احمد شهید که بدتر از این چیزایی باشه که الان داره میگه؟ نباید این موانع از بین برداشته بشه؟ اینها مسائلی است که متاسفانه ما باش امروز مواجه هستیم. آخوند سری، یکی از بحثایی که توی همین فاصله 24 ساعت گذشته به نحوی صورت گرفته، اشاره به اینه که همونجوری هم که خودتون اشاره کردید، مردم در 24 خرداد میان به دولت تدبیر و امید رای میدن، یعنی هم به تدبیر برای بازگشت عقلانیت به سیاست‌های کشور و هم به امید برای یک سری تغییرات. از سوی دیگر بخشی از حاکمیت مسلماً جلوی این تغییر رو میخواد بگیره. برخی بر این باورند که اقدام دیروز به نحوی پاسخ به اون امیدی بود و اون لبخندی بود که در چند وقت گذشته بر لبان بسیاری از ایرانیان نشسته بود و امیدوارانه داشتن تحولات رو نگاه میکنن. یعنی نیت تشنج آفرینی برای سنگ اندازی مقابل حسن روحانی است. چگونه میبینید این تحلیل رو؟ بدون تردید این یک واقعیتی است که یک عده افرادی هستند که نمیخوان یک به اصطلاح برخورد دیگری رو، چه در ارتباط با مردم خودمون و چه در ارتباط با جامعه بین‌المللی، از سوی حاکمیت ببینن. مسئله اساسی این هستش که خواست توده های مردم با این طرز تفکر همخوانی نداره. نیازمندی های مملکت در شرایطی که ما امروز درش قرار داریم با این خواسته ها هماهنگی نداره. ممکنه منافع این عده به لحاظ وجود تشنج تأمین شده و یا تأمین میشه، ولی این به قیمت تأمین نشدن منافع ملی ایران و به اصطلاح مختل شدن و بدتر شدن زندگی روزمره شهروندان ایرانیه. این چیزی نیستش که هیچ ایرانی بخواد و آقای روحانی دلیل انتخاب شدن و محبوبیتش به خاطر این است که علناً گفته که در دو جبهه، یکی در جبهه خارج یکی در جبهه داخل، میخواد یک سلسله تغییراتی رو به اصطلاح پیاده بکنه، به اجرا بگذاره که این روند عوض بشه و هم رابطه ما با جهان بهتر بشه و هم وضعیت مردم ما در درون. ما در موج سبز و ایرانیانی که در خارج با حسن نیت با آقای روحانی برخورد کردن، به چه دلیل کردن؟ نه به این دلیل که ما به اصطلاح رکورد 34 ساله جمهوری اسلامی رو نادیده میگیریم و یا نادیده گرفتیم، یا به قول آقای نتانیاهو ساده‌لو و خام هستیم. نه، به خاطر اینکه علاقه‌مندیم مملکتمون از دو به اصطلاح خطری که امروز اون رو تهدید میکنه در امان بمونه. یکی درگیری نظامی با نیروهای خارجی و دو درگیری های درون ایران به لحاظ وضعیت بد اقتصادی که تبدیل به هرج و مرج و نارسایی هایی بشه. به این لحاظ که این کنسپت آشتی ملی رو ما مطرح کردیم با توجه به حرفایی که آقای روحانی خودش اومده زده. ما که نیومدیم به آقای روحانی بگیم آقای روحانی برو فصل سوم قانون اساسی رو پیاده بکن، خودش گفته. خب اگه گفته باید بکنه، اگر نمیتونه بکنه بگه نمیتونم بکنم. یکی از مهمترین قسمت‌های بحثی که وجود داشتهش، حسن روحانی حتی بعد از انتخاب شدنش هم در مورد شفافیت صحبت میکرد و میگفت ما با مردم سعی میکنیم که شفاف باشیم حتی اگر صحبتهایی که میکنیم تلخ باشه. فکر میکنید در چنین مواردی که خیلی ها بر این باورند که از حوزه اختیارات حتی رئیس جمهور که در قانون اساسی دومین شخص مملکت هستش خارج هستش و این تصمیم در سطح بالای نظام و در سطح رهبری گرفته میشه، آیا فکر میکنید حسن روحانی این امکان رو داره که در این موارد هم شفاف باشه؟ ببینید، اتفاقا خیلی جالبه، همین شما اشاره میکنید به شفافیت. این نیروهای مخالف
خواستار شفافیت در هیچ چیزی نیستن جز اون چیزی که به نفعشونه. مثلا برای اینکه بخوان مذاکرات با 5 علاوه 1 رو به هم بزنن میخوان شفافیت باشه. شفافیت منظورشون چیه؟ یعنی که بدونن دقیقاً تمام محتوای مذاکرات امروز برملا بشه برای اینکه بتونن سنگ بندازن اون رو خراب بکنن. سیاستی که دولت روحانی و نمایندگان 5 علاوه 1 برای اینکه بتونن به یه جایی برسن تصمیم گرفتن که پیرامون اون در مطبوعات صحبت نکنن. اونا اون نوع شفافیت رو برای ادامه کارهای خرابکارانه خودشون میخوان، ولی شفافیت در زمینه‌های دیگه که مربوط به وضعیت مردم، مربوط به اصطلاح برملا کردن فسادی که در ایران حاکم بوده، دزدی‌هایی که شده، جنایاتی که شده، اونا رو نمیخوان. دولت آقای روحانی موظفه برابر با اون تعهداتی که مردم داده شفافیت رو در زمینه‌هایی که به درد مردم میخوره انجام بده و در زمینه‌هایی مثل 5 به علاوه 1 در این مرحله فعلا دست نگه داره تا اینکه کاملا مشخص بشه که آیا این میتونه این موافقه با به این موقعیت پیش بره یا نه. یعنی نباید فشار آورد امروز که این مذاکرات رو، یعنی زمینه‌هایی رو فراهم کرد که این مذاکرات به هم بخورن. عواقب به هم خوردن این مذاکرات برای ملت ما میتونه خیلی گران تموم بشه، ولو اینکه به نفع یه عده‌ای باشه که از بدبختی مردم میخوان به نفع خودشون سوء استفاده بکنن. شما اشاره کردید به جبهه داخلی و جبهه خارجی که حسن روحانی در اولین کنفرانس خبریش هم اشاره داشتش دقیقاً به همین موضوع. در جبهه خارجی یک سری گشایش‌های مشاهده میشه. مذاکرات 5 به علاوه 1 با اتمسفر و جو بهتری داره پیش میره. حالا حصول نتیجه‌اش به هر صورت نمیشه سریع انجام بشه. اما وارد بحث جبهه داخلی بشیم و اگر بخوام در همون موضوع اول برنامه بمونم، بخش بزرگی از حامیان حسن روحانی در انتخابات و در اصل موتور محرکی که جامعه رو به حرکت آورد به نفع حسن روحانی مطالبات سیاسی بود، جدا از مطالبات اقتصادی که به صورت عام مطرح میشد. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد. حسن روحانی در این مورد حتی به صراحت صحبت کرده بود که دولت آینده او فضای غیرامنیتی رو به وجود میاره که این اتفاقات بیفته. اما ما شاهد این هستیم که به قول معروف جبهه داخلی برای حسن روحانی خیلی سخت‌تر از جبهه خارجی است. چگونه میتونه با این موضوع و با این مطالباتی که امروز از طرف جریان‌های حامی او داره حرکت میکنه باید مقابله بکنه یا باش؟ خب به نظر من این یک، میشه گفتش که یک چلنج خیلی بزرگیه که در مقابل آقای روحانی قرار داره و امروز هم هنوز همه مردم و من جمله منتقدین نظام، آدمای همسال ما، داریم با حسنیت برخورد میکنیم و میخوایم بهش فرصت بدیم که در یک مسیر درست حرکت بکنه. این هشدار از سوی فکر میکنم افرادی مثل ما برای ایشون باید خیلی مؤثر باشه و بهش توجه بکنن. مسئله خارج از مسئله داخل جدا نیست. خارجی ها یکی از بحثایی که ما داشتیم در گذشته فکر برام هفته پیش صحبت از اطمینان بود. ما در یک جوی هستیم که هیچ کس به هیچ کس اطمینان نداره. ما میخواییم با حسنیت یک جو دیگه ای رو به وجود بیاریم که انزوای بین المللی ما به پایان برسه، شرایط در درون ایران بازتر بشه. به عنوان کمپرومایز نیروهایی که در خارج بودن، یعنی برای اینکه آدم بتونه به یک راه حلی برسه، ما میگیم خیلی خوب، افرادی مثل من که 34 سال برای انتقال حاکمیت به مردم مبارزه کردن، چون اصل مبارزه روح همه چیز درونه، تنها در ایران یعنی حاکمیت مردم، حاکمیت ملی، اون اساسی است که ما باهاش در پیکار بودیم. اصل ولایت فقیه نفع میکنه کنسپت به اصطلاح اون اصل حاکمیت ملی رو،
حاکمیت مردم رو. ولی ما برای اینی که بتونیم اینها رو هم در یک موقعیتی قرار ندیم که یک مقدار نرمش قهرمانانه ما هم کرده باشیم، یکی میگیم خیلی خوب این پروسه رو شما تدریجی انجام بدید، ولی نمیشه که این پروسه رو اصلا انجام ندید. نمیشه که فکر بکنید شما میتونید با 5+1 به یک نتیجه‌ای برسید بدون اینکه گشایشی در مسائل داخلی بکنید. ممکنه به دنبال این باشن، ممکنه یه عده‌ای تو سیستم حکومتی فکر کنن که میتونن زرنگی کنن و یه همچین کاری رو بکنن، ولی من اصلا بهتون میگم این به نتیجه نمیرسه. اطمینان وجود نداره. ضامن اینکه دولت پایبند به هر نوع توافقی که در ارتباط با مسئله پرونده هسته‌ای با 5+1 برسه، ضامن اون گشایشی است که در داخل میکنه. برای چی؟ برای اینکه اطمینانی که به اینا نیستش که ساخت این حرفای نمیدونم رعایت کردن اصول درد شده در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نمیتونه یک به اصطلاح یک وسیله ای باشه برای اینکه در کوتاه مدت اینها جبهه داخل رو ساکت نگه دارن که با غرب به یک فرمی بتونن به طور موقتی هم اگه شده کنار بیان که تحریم ها برداشته بشه یا کمتر بشه، بعد هیچ کوچکترین قدمی در اون راستا برداشته نشه. این رو و اون روی سکه، یعنی رسیدن به یک راه حل برای خارج و رسیدن به یک نوع مثل راه حل برای باز کردن شرایط در داخل، اینا به هم مرتبطه، به هم وصله. این واقعا یک اشتباه بزرگه اگر آقای روحانی فکر بکنه یا اگر کسانی که در سیستم هستن فکر بکنن که میتونن سر دنیا رو کلاب بگذارن و به هوای اینی که مثلا ما داریم با 5+1 داریم مذاکره میکنیم فکر کنن که انتظارات مردم باید موکول به رسیدن نتیجه روی اون مسئله باشه. این دو امر باید با هم و به طور موازی پیش برن. شما اشاره میکنید باز هم به مسائل داخلی. الان نمونهش رو بخوایم در مورد برخوردی که حتی با آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفت. هاشمی رفسنجانی اومد و یک خاطره شفاهی رو اعلام کرد از اینکه آیت الله خمینی در مقطعی موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا از تلویزیون بوده. حمله هایی که بهشون صورت گرفته بود از این جهت بودی که نه، نقل قول شفاهی از آیت الله خمینی مرجع نیست. حالا بماند که خود به رهبری رسیدن آقای خامنه ای بخشن با همین نقل قول شفاهی بودش که آقای هاشمی در مجلس خبرگان رهبری انجام دادن. اما به هر روی حمله هایی که صورت گرفت نشون میده که نیروهای تندرو حتی هنوز آماده این نیستند که بخواهند یک سری از واقعیت ها رو از توی صندوقچه تاریخ انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی بیرون بکشن. بعد از این بود که سایت آقای هاشمی خطی رو نوشتن و خبری رو منتشر کردن و پیشنهاد دادن که مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی بخشی از اسناد منتشر نشده ایشون رو منتشر بکنه. به نحوی شاید بشه گفت تهدید به این که یک سری اسناد هنوز هستش که اگه در مورد اونها صحبت بشه تندروهای امروز کاسبیشون به قول خودشون از بین میره. چگونه میبینید برخورد با آقای هاشمی مسئله اون که حذف بکنیم شعار مرگ بر آمریکا رو به نفع منافع ملی؟ خب ببینید این برمیگرده روی اون مقوله آشتی ملی. تنها راهی که ما میتونیم به اصطلاح به نوعی یک پارچه بدون پرداختن هزینه گزاف از یک وضعیت بحرانی به یک وضعیتی که بتونه منافع ملی و آینده نسل‌های بعدی ایرانیان رو تأمین بکنه این هستش که بتونیم یک راه حلی پیدا بکنیم که علارغم مشکلات، دشمنی‌ها،
اختلافاتی که در گذشته بوده بتونیم به یک به اصطلاح میشه گفت یک میان راه ملایمی برسیم که بتونیم جلو بریم که آسیب نداشته باشه برای مردم و برای مملکت و برای منافع مملکت. امروز میبینیم که حالا برای اینکه شما به اینجا برسید شما باید نیروهای متعدد و مختلفی رو که به هر حال زمینه صحبت میتونه میونشون فراهم باشه رو به نوعی دخیل بکنید، برای اینکه به هر حال ما داریم رجوع به منافع مردمی صحبت میکنیم که دارای تعلقات مختلف هستند. چیزی که خود آقای خامنه‌ای به هر حال قبل از انتخابات بهش اشاره کرد اکیدن دیگه، خود اون گفت اگر مخالف نظام هم هستید بیاین رأی بدین. خب پس قبول میکنه که یک عده‌ای هستن که مخالف نظام هستن. خب اگر میخواییم بحران رو حل بکنیم خب باید اونا هم اگر میخوایی بیان رأی بدن خب اونا یه نظرات و یه دیدگاه دیگه هم دارن که میتونه الزاماً به نفع مملکت باشه. شما نگاه بکنید در شرایطی که ما امروز هستیم یک عده‌ای حرف هاشمی رفسنجانی نمیخوان گوش کنن که از ارکان اصلی سیستمی است که امروز داره حکومت میکنه. آقای هاشمی از روز اول با آقای خمینی بوده، در تمام مراحل در تاریخ جمهوری اسلامی حضور داشته، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس جمهور سابقه. یه عده‌ای میخوان مثلا اونو ساکتش بکنن، از گردونه خارج بکنن و یا برن مثلا جلسه صحبت و مثلا سخنرانیشو به هم بزنن. خب این اگر اینو نمیخوان تحمل بکنن، شما فکر میکنید امثال بنده یا آدم های دیگر رو اصلا زمینه تحملش هست؟ ولی پند و اندرزی که در این نکته که من میگم باقی میمونه نکته است که آقای روحانی باید بهش توجه بکنه. در قبال مسئولیتی که پذیرفته میخواد اون راه رو بره یا میخواد این راه رو بره؟ آیا راه دیگری هست؟ آیا فکر میکنن اینا حقیقتاً که بدون مداخله دادن مردم در امور مملکت، بدون حل مشکلاتشون با خارجی ها، این نظام اصلا میتونه آینده‌ای داشته باشه؟ بگذاریم از منافع ملی ایران، آیا این فرصت انتخاب ایشون همونطور که ما بارها و بارها اشاره کردیم غیر از اینه که یک فرصتی داده شده که در این راستا تلاشی صورت بگیره؟ من اینکه بخوام توجه شما رو به یه موضوع جلب بکنم، الان تو لندن این خانم آنگ سان سوچی رهبر دموکراتیک و به اصطلاح میشه گفت نماد دموکراتیک برمه یا میانمار که جایزه نوبل برده الان آمده لندن. خب الان در برمه یه پروسه دموکراتیکی یا به اصطلاح دموکراتیکی آغاز شد که این خانم که در حصر بود از حصر بیرون آمد، اجازه شرکت در انتخابات پارلمانی بهش دادن که به هر حال برنده شد و بلا فاصله هم با اون تدابیری که دولت نظامی برمه در شکل در یکی دو سال پیش دید، تحریم هایی که علیه برمه بود برداشته شد و زمینه برای اینکه مراحل دموکراتیک بتونه در اون کشور پیاده بشه هموار شد. ولی ببینید اولین حرف خانم آنگ سان سوچی موقعی که به لندن اومد چی بود؟ این بود که پروسه دموکراتیک پیش نمیره در برمه. زمامداران یک سلسله ژست‌هایی رو اومدن برای اینکه یک سلسله فشارها در کوتاه مدت برداشته بشه که اونا بتونن مثلا کار مملکت رو دو مرتبه از سر بگیرن، منهای تحریم ها و و و، بدون اینکه بخوان در عرصه داخلی جز یک سلسله شعارهایی که بدون محتواست قدمی بردارن. خب میبینیم که دولت بریتانیا و اون زمامداران بین المللی هم به نوعی به این مسائل توجه میکنن، چون این خانم دارای پرستیژ فوق‌العاده زیادیه. نکته که برای ما جالبه اینست که آیا آقای روحانی میخواد یه همچین کاری بکنه؟ آیا ما بعد از دو سال اگر اینجا نشستیم میخوایم بگیم که بعد دو سال پیش آقای روحانی آمد؟ من این حرف دارم در 82 روز ریاست جمهوری ایشون میزنم که بعد از دو سال ایشون اومد و یه وعده هایی داد و خواست
به قول معروف تحریم ها از بین برن و اینا، که اینا یه مقداری جون بگیرن که باز همون کارا رو ادامه بدن. من فکر نمی کنم این به نفع آقای روحانی باشه، من فکر نمی کنم این به نفع ملت ایران باشه، من فکر نمی کنم این به نفع یه به اصطلاح اون مردمی باشه که به ایشون رأی دادن و یا در جهت به اصطلاح رسیدن و یا توجه دادن به مطالبات مردمی است که آمدن با حسنیت به ایشون رأی دادن. ببینید ما ممکنه زورمون نرسه و کاری الان نتونیم بکنیم، ولی خام نیستیم و حواسمون هم جمعه. باید یک سلسله اتفاقات اساسی صورت بگیره. ارزون ترین راهش این هست که خود نظام بانی این بشه که هزینش برای مردم هنگفت و گزاف نشه. ممکنه مردم امروز آمادگی مبارزه با آقای روحانی رو به لحاظ اینکه بهش اعتماد کردن آماده رو در روی رو نداشته باشن، ولی اگر خواست اونها تأمین نشه دلیل نداره که معادله بر نگرده به اون شرایطی که قبلا هم مطرح بوده. اینها مسائلی است که امروز ما باش مواجه هستیم، باید به اینها توجه بکنیم. اوضاع داخلی ایران، اوضاع خارجی ایران به هم مرتبطه. خارجی ها فکر میکنید زیر بار این میرن که مثلا فرض کنیم آقای روحانی و یا تیم آقای ظریف بیان یک سلسله تعهداتی رو بپذیرن، 4 ماه 5 ماه اون رو اجرا بکنن، تحریم ها برداشته بشه، باز دوباره بخوام برام کارا رو از سر بگیرن یا اون روش قبلی رو از نو. یک چنین تصوری وجود داره در خارج. این رو لزومی نداره که بخوان اون محتوای مذاکرات رو بخوام بیان علنا برملا بکنن، ولی این طرز تفکری است که وجود داره. 34 سال سیاست حیله و تزویر بی‌اعتمادی رو در خارج نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی زیاد کرده. آقای روحانی اومده با یک فضای جدید صحبت از این میکنه که با رئیس جمهور آمریکا حرف میزنه، بعد میبینیم که تو روزنامه‌های تهران و اینا مثلا کاریکاتورهای جدیدی میکشن راجع به آمریکا، یعنی میخوان از هان رو خراب بکنن. دقیقاً اگه اجازه بدید بحث بر سر همینه. یک سری بیلبورد حتی در سطح شهر پخش شده و منتشر شده و در مورد مذاکره با آمریکا اون رو دقیقاً باز به همون حالت شیطان بزرگ و یا چیزهای شبیه این دارن نشون میدن. حتی در یکی از سایت‌های اینترنتی مسابقه مرگ بر آمریکا گذاشتن و برای طرح‌های برگزیده و یا ویدیو کلیپ‌هایی که درست میشه جایزه تعیین کردن و جایزه‌اش جایزه یه حال به هر صورت درخوری هستش برای حداقل در داخل کشور. به موازات همین موضوع ما شاهد این هستیم که در مجلس نمایندگان منتصب، حالا چون به هیچ عنوان نمیشه این مجلس رو حداقل منتخب نامید، اونها شعار مرگ بر آمریکا سر میدن و باز شروع میکنن. حالا یه پدیده جالبی به وجود اومده، تظاهرات در مجلس. اینها تلاش دارن میکنن به نحوی اون مرگ بر آمریکا رو در مقابل مذاکره یا تلفن حسن روحانی قرار بدن. اینجا من میخوام یه پرانتزی باز بکنم و یک تیکه از صحبتهایی که هم ویلیام هیک داشت و هم کامرون نخست وزیر بریتانیا داشت در دیدار با سوچی، دفاع از پروسه دموکراتیک و تغییرات دموکراتیک در برمه بوده. اما 2 سال پیش هم که به نحوی این تحولات داشت شروع می شد و خب به هر حال سوچی در توی این مدت توی این پروسه قرار گرفته بود، باز هم همین حرفا زده شده بود. یعنی به نحوی همون موقع هم باز از این که ما از پروسه دموکراتیک و تغییر دموکراتیک در برمه دفاع میکنیم صحبت میامدن و حتی اوباما به اونجا سفر میکنه. اما ما شاهد این هستیم تغییر به وجود نیومده. چگونه است این تضادها رو هم چگونه تفسیر میکنید؟ خب ببینید تضاد این در اصل تضاد نیست. اینها فشار غرب باعث شد که پروسه دموکراتیک در برمه برها به جریان بیفته. مسئله ای که آنگ سان سو چی امروز مطرح میکنه میگه که این پروسه سرعت نداشته، جهش نداشته، برای اتفاقاتی افتاده. وضع خود
آنگ سان سو چی که الان در انگلستانه، این یه نموداری از اون تغییراتی است که صورت گرفته. مسئله اساسی نیست که تغییراتی که از اون روز اول صورت گرفت موقعی که تحریم ها برداشته شد جهشش تا به امروز قابل ملاحظه نبوده. و خب نقش آنگ سان سو چی و آمدنش به بریتانیا، مذاکراتش با سران کشورهای غربی، صحبتش این هستش که باید این پروسه سریع‌تر باشه. در ایران ما شاهد اون اصلا نیستیم فعلا. ببینید این افرادی که میگن مرگ بر آمریکا یا پوستر درست میکنن، این کارا رو میکنن، اینا اقلیتی هستن امروز توی جامعه ایران بدون تردید. اکثریت مردم دنبال این حرفا نیستن. اکثریت جوان ایران به دنبال یه آینده بهتریه که فارغ از این مسائله. حرفی که ما میزنیم این هستش که ما میخواییم در یک جامعه زندگی بکنیم که نقش روحانیت به عنوان مثلا پاسداران ارزش‌های معنوی جامعه محکم و سر جاش باشه. سپاه پاسداران که برها برای این مملکت جنگیدن، خون دادن، اونها باید به حال یک نقشی در ایران داشته باشن، همونطور که ارتش ایران باید، اینا به اصطلاح حافظان تمامیت ارضی و استقلال ملی ما هستن، اینا سر جاشونن. ولی باید ترکیب سیاسی یک جوری باشه که مردم خودشون رو سهیم در اون بدونن. امروز مردم سهیم نیستن. آقای روحانی قولی که داده این هستش که میخواد یه مقدار سوپاپ اطمینان رو بالا ببره، امکان تنفس به مردم بده. فصل سوم چیه؟ صحبت از چی میکنه؟ آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی به اصطلاح مطبوعات، آزادی احزاب، این چیزها رو که ما ننوشتیم که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی، اینا رو در زمان آقای خمینی اون تو نوشتن، خود ایشون روش تهک گذاشت که هیچ وقت اجرا نشده. میگن اجرا بکنیم، میخوام مملکت و فضای امنیتی رو خارج بکنن، نه اینکه امنیت یه عده آدمای تند رو اگر در امنیت سپاه قرار دارن یا هر کجای دیگه قرار دارن یا بخوان سیستم های امنیتی موازی درست بکنن. بینش باید نسبت به هم عوض بشه. آقای خانساری، ولی این گروه های تند رو به تجربه 16 سال گذشته ما شاهد این هستیم که صدا و سیما رو داشتن ازشون حمایت شده، شهرداری رو داشتن ازشون حمایت شده، نهادهای نظامی رو داشتیم ازشون حمایت شده. بحث بر سر دقیقا همین بود که اشاره هم که کردید خودتون، این بیلبورد ها و این پوستر ها و این مرگ بر آمریکا ها گفتن ها بخشش از طرف کسانی است که انان قانونگذاری در اون مملکت رو امروز در دست دارن. حالا الزاماً یعنی ولی در اکثریت نیستن. به هیچ عنوان من میگم ببینید الان حسن روحانی هر کاری رو که بکنه باید برگردونه به مجلس. توی مجلسی که بلند میشن یک روزی شعار مرگ بر موسوی، مرگ بر خاتمی، مرگ بر کروبی دادن، امروز مرگ بر آمریکاشون به راهه. ولی اکثریت در همین مجلس امکان نداره اگر ایشون محکم بیسته که خلاف اون مسیری که خودش گفته میخواد بره برن، مخالفت خواهد بود. ببینید آقای روحانی یا آقای رفسنجانی حرفایی که زده، اینها به چه دلیل این حرفا رو زدن؟ دلیل اولش به لحاظ اینکه شرایط مملکت ایجاب میکرده که یک حرفایی بزنن که هم توده های مردمی که به هر حال با مشکلات به طور روزمره گریبان گیرشون هست بتونن درک بکنن، بخوان به سمت اونها قدم وردارن، و همین که در جامعه بین المللی این تصویر رو ارائه بدن که علی رغم عدم اطمینانی که در این 34 سال وجود داشته، امروز یک مسیری رو حاکمیت داره انتخاب میکنه که با مسیر گذشته فرق میکنه. برخورد آقای ظریف به طور مثال با برخورد نمیدونم آقای متکی یا آقای احمدی نژاد متفاوته. حالا بدبخت متکی که کاری نبود، خود احمدی نژاد این حرفایی که میزد و تحریکاتی که میکرد، ولی چیزی که هستش اگر به چه دلیل این مواضع رو اینا اتخاذ کردن؟ به خاطر اینکه بحران رو تشخیص دادن. موقعی شما میدونید که در خطر هستید،
شما الان نگاه بکنید، همین این آقای ظریف به طور مثال، آقای روحانی در آمریکا که بودن گفتن ما امیدواریم که این مذاکرات پرونده هسته‌ای بین 3 تا 6 ماه حل شه. آقای ظریف گفتن ممکنه 1 سال طول بکشه. فرض کنیم در ظرف 4-5 ماه آینده حل بشه. تا 4-5 ماه آینده اگر حل بشه یا 6 ماه آینده، وضع اقتصادی ایران روز به روز بدتر میشه. برای که تحریم ها که هستن، مشکلات که هستن، مشکلات که حل نمیشن که. پس مردم، مطالبات مردم، مردمی که با مشکلات عظیم همین الان که ما داریم صحبت میکنیم روبرو هستن، با یک وضعیتی مواجه میشن که دولت به لحاظ احتیاج بودجه تصویب شده آقای احمدی نژاد رو 70 میلیارد کم کرده، یعنی امکانات خرج دولت کمتره، یعنی مشکلات مردم بیشتره، و فشارهای اقتصادی که روی ایران هستش حداقل تا 6 ماه دیگه از بین نمیره. حالا فرض کنیم که اینا به نتیجه نرسیدن، این ادامه پیدا میکنه، یا فرض کنیم که اگر حرف آقای ظریف رو بگیریم که این مذاکرات ممکنه 1 سال به طول بیانجامه، در این 1 سال که اتفاقی نمیفته. اگر پس چجوری نتیجه که میخوام بگیرم، چجوری میشه این مردم رو راضی نگه داشت اگر در درون ایران اینها یک مقدار امکان تنفس بیشتر ندن و نخوان زیر یوغ یک اقلیتی که با مرگ بر آمریکا و نمیدونم جایزه گذاشتن و این حرفا میخوان وضعیت رو نگذارن به پیش بره، موقعی که مشخصه که اینها در اقلیتن، مشخصه که حتی خود آقای خامنه‌ای به طور کامل از اینا دیگه حمایت نمیکنه. نکته جالب این بودش که دقیقا سوال من همین نتیجه گیری بود که شما کردید، یعنی میخوام برگردم به همین موضوع و بخش اول صحبت های امروزمون. مذاکرات شاید به قول شما 1 سال طول بکشه، ولی رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی میتونه به دستور یک خطی باشه که همین الان صادر بشه. و اتفاقا به نظر میرسه اگر همین جو همدلی و آشتی در داخل کشور به وجود بیاد، مردم حاضرند اون پروسه حتی اگر بیشتر از 1 سال هم طول بکشه رو ازش حمایت بکنند. ولی به قول شما اون آشتی و اون امید در ایران به وجود بیاد، اون روحیه به وجود بیاد که بتونن این کارو بکنن. فکر میکنید چقدر روحانی بتونه به پیش بره برای اینکه اون مسئله آشتی رو در داخل کشور حداقل به پیش ببره؟ خب ببینید، مسئله این هستش که درک این واقعیت که سیستم باید به نوعی باز بشه. ببینید شاه فقید این موضوع رو فهمید ولی دیر فهمید. شاه فقید به هیچ عنوان دلش نمیخواست آقای بختیار رو بیاره و نخست وزیر بکنه. اینها هم دلشون نمیخواد که اون انحصاری که رو قدرت داشتن از دست بدن، این واضحه. ولی مسئله این هستش که چی مهمه برای یه فردی مثل آقای روحانی، یه فردی که به هر حال انسان فرهیخته با سواد وارد تجربه داره، اینه که این جامعه رو ما منسجم نگه داریم یا باعث به اصطلاح باعث ایجاد شرایطی بشیم که به هرج و مرج بخواد منتهی بشه، بخواد مملکت ما رو تومه 1001 جور ناآرامی هایی بکنه که مردم ما تا به حال ندیدن. علی‌رغم 34 سال وضعیت بد اقتصادی، رکود، انزوای بین المللی، جنگ، همه این حرفا، ایران هنوز مرحله نمیدونم عراق یا افغانستان که در کنارش هستن نرسیده، یا وضعیت سوریه در ایران نیست، ولی هیچ کسی رو نمیخواد. ما که نمیخوایم به لحاظ فقر و به اصطلاح ورشکستگی اقتصادی مردم میخوان هم دیگه رو بخورن که، یا یه عده بیان صف بندی بکنن در مقابل یه عده دیگه بخوان یه جنگ داخلی تو ایران را بندازن. تحریکات برای اینی که این اتفاقات در ایران بیفته توسط عوامل مختلف در عرصه بین‌المللی خیلی زیاده، ما شاهد اینا هستیم. ولی اینی که ما نمیخوایم که، ما که نمیخوایم ایران به فرض کنیم در اثر نرسیدن نتیجه به پرونده هسته‌ای و یا گذشتن حاکمیت از اون خط قرمزهایی که گذاشته شده به خاطر اینکه فکر میکنن بمب اتم میتونه نجات دهنده حکومت باشه،
دارایی‌های مملکت ما نابود بشه. اینه که کدوم ایرانی اینو میخواد؟ پس اگه اینا رو نمیخوایم، ناچاریم به یه فرمی با هم همزیستی داشته باشیم، به یه فرمی با هم کنار بیایم. این چیز دلپسندی نیست. افرادی که کماکان میخوان سیستم رو براندازی بکنن و برن به قول معروف خواسته های بجز تأمین خواسته های کلانشون به هیچی رضایت ندن که هستن تو صحنه که. خب آیا کدوم راه راه عقلاییه برای اینی که ما از این بحران بگذریم؟ من فکر میکنم اون صحبت هایی که آقای روحانی میکرد یا اون برداشت هایی که آقای هاشمی کرده، حرفایی که میزنه اینست که این بحران رو درک میکنن. نمیشه شما از این بحران بگذرید بدون اینکه هزینه ای که باید برای رفع این بحران باشه رو پرداخت بکنید. به طور نسیه شما نمیتونید بعد از 34 سال شرایطی رو ایجاد بکنید که غیر قابل اجراست. این درک این باعث میشه که خیلی مشکلات رو ما از کنارش بگذاریم. بسیار ممنون آقای دکتر بهداد خونسری. فرصت برنامه اجازه نمیده بیشتر وارد این بحث بشیم. البته ما توی برنامه تفسیر خبر از هفته آینده شروع خواهیم کرد به مناسبت اینکه اون 100 روز وعده آقای روحانی داره رو به پایان میرسه. منتظر آمارها و منتظر عملکردها هستیم. این مرحله آشتی ملی رو روی میز گذاشتیم. این متعلق به مردم ایرانه که بخوان به یک فرم دیگه‌ای با هم برخورد بکنن و نگذارن که شرایط از دست خارج بشه. همه مسئولیت دارن در قبال این، من جمله آدمایی که اومدن و به هر حال انان مملکت امروز تو دستشونه میتونن راه و مسیر رو طی بکنن. این فرصت ها رو باید بیشتر کرد، نه اینکه با ادامه یک سلسله سیاست هایی که میدونیم شکست خورده یا تحت تأثیر افرادی که میدونیم جز آسیب به مملکت کار دیگه نکردن، بخوایم از این مسیر ما به قول معروف دور بشیم. امیدوارم حالا به هر صورت سر این مسئله آشتی ملی هم ما بتونیم بیشتر مزاحم شما بشیم، جنبه های مختلفش رو با حضور شما و البته دیگر مهمانان برنامه بتونیم باز بکنیم. مسئله بسیار مهمی است که نیاز داره که توضیحات بیشتری در موردش داده بشه و نظرات بیشتری در موردش جمع بشه. خیلی ازتون ممنونم. من میدونم این حرفی که من میزنم برای یعنی یه معادله مشکلیه. این کار آسونی نیست. خیلی‌ها در خارج با این طرز تفکر مخالفن، خیلی ها در داخل به خاطر تداوم دادن به منافع خودشون نمیخوان در این مسیر برن. ولی من واقعا اعتقاد دارم که برای اون کسانی که به آینده ایران فکر میکنن راهی جز این نیست و این یک مسئولیت عظیمی است که دولت به اصطلاح میشه گفت که رفرمیستی که با آقای روحانی رو کار اومده باید این رو به طور جدی پیگیری کنه. بسیار عالی. امیدوارم در هفته های آینده این فرصت بیشتر داشته باشیم. خیلی متشکرم. ممنون که امروز همراه ما بودید. از شما هم تشکر میکنم که امروز همراه برنامه تفسیر خبر بودید. به صفحه فیسبوکی ما اگر مراجعه کنید میتونید از اون طریق با نظرات، پیشنهادات، انتقادات و البته موضوعاتی که فکر میکنید لازم هستش ما بیشتر در برنامه تفسیر خبر به اونها بپردازیم، ما رو در بهتر شدن برنامه تفسیر خبر یاری برسید. امیدوارم که روزگاران خوبی داشته باشید و تا درودی دیگر بدرود.